معلوم نیست اون چیزایی که ما میبینیم همون باشن و یقینا هم همون نیستن. برای همین است که لیلی به هارون میگه که تو که من نمیبینی، این که تو میبینی در معرض خطا میبینی. دیده مجنون اگر بودی تو را، اگر تو دیده مجنونی داشتی، اون وقت میتونستی پیچش های درون من رو، موی من رو، اشارت های ابروی من رو ببینی. تو که منو نمیبینی، تو منو مقایسه میکنی با نگاهی که اون نگاه با انواع غرض ها آمیخته شده. تا نباشد چشم مجنونی پدید، کی شود لیلی به خاتونی پدید. اگر لیلی را مجنون میبیند لیلیست، ورنه در نظر دیگران او با واسطه و فاصله که مورد ملاحظه قرار میگیره یک موجود مثل موجودات دیگر، چه بسا که از اونها فرودست‌تر به حساب بیاد. اگر اون همه شگرد معشوقی، شگردهای معشوقی خیلی بالاست، بی نهایت شورانگیزه شگردهای معشوقی، که متاسفانه عصر ما این شگردهای معشوقی رو با نگاه فلی، با نگاه غیر ممیز، تمیز نشده، با نگاه عمومی، یک دست، این شوریدگی هایی که در شگردهای معشوقی وجود داره، همه اینها رو به هم ریخته و اجازه نداده است که یک وجود معشوقی رازهای معشوقی خودش رو به منصه بیاورد. تا بساط زندگی غیر از این سردی و برودت باشه، حرارت دیگری در بسیط عالم بگستره. حافظ میگه دور مجنون گذشت، نوبت ماست، هر کسی 5 روزه نوبت اوست. اما بعد از مجنون من فکر می‌کنم نوبتی هیچ کس نبوده، یعنی این 5 روز نوبت مجنون رو دیگر کسی تصدی نکرده. این نشان می‌دهد که شگردهای معشوقی مجال پیدا نکرده به ظهور برسه و بساط عاشقی گسترده نشده است، چرا که فاصله‌ها هی زیاد شده. ما الان با چندین و چند فاصله میبینیم. سابقا فقط چشم ما بود و اون پدیده. الان شما میتونید اون ور دنیا رو هم ببینید. وقتی شما اون سوی دنیا رو هم میبینید، ببینید که فاصله ها و واسطه ها چقدر زیاد خواهد شد. هر اندازه واسطه ها زیاد باشه، اون در حقیقت رقیق بودن، زلال بودن، در این زلال بودن شورش ها و شوریدگی هایی که در اون زلالی وجود داره، اینها از دسترس فاصله میگیره، دور میره. شوریدگی هایی که در محض زلالی وجود داره، این رو انسان درک نمی کنه. دیگه اون بیرق بلند عشق به خاک فرو می نشینه و آن رایت افتخارآمیز عشق که بر زندگی بشریت در مسیر تاریخ حرارت بخشیده و معنی داده بی‌اعتبار میشه. این رایت فرو میشکنه. ما احتیاج داریم به یک نهضت دیگر در موجودیتمون، در موجودیت خودمون، و این نهضت امروز امکان پذیر نیست جز با یک نگاه عارفانه به خویشتن توجه کردن. تنها نهضتی که بشریت را از این بستگی و من و انسداد امروز میتونه نجات بده، آن روح عرفانی است که باید در وجود انسان ها کشف بشه و در اون روح عرفانی حس بیواسطه فعال میشه. در حس بیواسطه همه انسان ها در ترامن ما میشن وجود ما، خود ما، آدم که با خودش دیگه دشمنی نمی کنه. همه موجودات به منزله چشم و گوش ما هستن. اگر سعدی این مطلب رو میگه بنی آدم اعضا یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، این ترجمه است از یک حس بسیار متعالی تر از این شعر.
اعضای یکدیگر، یکی چشمی، یکی گوشه. انما المؤمنون در احادیث داریم که انما المؤمنون فی تعاونهم و تعاددهم کمثل الجسد، مثل یک شاکله آدم ها در یاری دست. نزدیکتر از این اینی که چشم و دست باز با هم دیگه فاصله دارن. گاهی بین چشم و دست اختلاف میفته، بین دو دست اختلاف میفته، بین دو عرض اختلاف میفته. موسی با موسی در جنگ شد. مولانا میگه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی نه با فرعونی، موسی با موسی، موسی با خودش در جنگ میشه. انسان با خودش جنگ میکنه. اگر جنگ همه آدم ها را از شما بگیرند که نتونید به کسی قور بزنید، نق بزنید، با دیگری درگیر بشوید، گلاویز بشید، اون وقت تنهای تنها بمونید، میبینید که با خودتون یه نوعی جنگ شروع کردید. منازعه بین اندامهای شما، خصلت‌های شما و خاصیت‌های شما یک دفعه در می‌گیره. خود با خود به جنگ می‌افتی. خود با خیشتن، چون در تنازع احساس می‌کنید که اینو روش می‌کنید. مثل اون موشکی که می‌فرستن به هوا، این موشک وقتی به مقصد پرتاب میشه، دو عامل بسیار جدی این موشک رو پیش می‌بره. یکی میل به سوی هدف، یکی ضربه زدن به هوایی که، مولکول‌های هوایی که او از میان اون مولکول‌های هوا حرکت می‌کنه، ضربه می‌زنه به اون مولکول‌های هوا و پیش میره. بعد میره به خلاء، از هوا و جو فاصله که می‌گیره، اون وقتی که هوا نیست، اونجا از خودش هوایی که تولید می‌کنه می‌زنه به خودش. موشک بعد از عبور از جو، اون هوایی که از خودش خارج میشه، ضربه‌هاش می‌زنه به اون. ما وقتی به اونجا برسیم میبینیم که ضربه هامونو به خودمون میزنیم. اگر نتونیم مشت رو بر دیگران بزنیم، میزنیم تو سر خودمون. تا این انگیزه در ما درست نشه، اصلاح نشه، مسیر خودش رو نگیره، این منازعه در نهایت به اینجاها میانجامه، به اینجاها ختم میشه. انسان با خیشتنش، موسی با موسی در جنگ شد. موسی با خودش به جنگ. ای ببر درخت حسها سوی غیب، ای کسی که رفته در غیب برهنه شده، در غیب برهنه شده. غیب برهنگی انسان هست. ما برهنه بودیم، آمدیم به شهود، یعنی لباس پوشیدیم، لباس جسم پوشیدیم، لباس تعین پوشیدیم، لباس موجودیت حجیم پوشیدیم. بین ما دوئی، کسرت شکل گرفت. میگه که میشود دوباره برگشت به غیب، که این حس رو انسان، لباس حس رو، رخت حس رو انسان ببره در غیب، دوباره برهنش کنه، برهنش بکنه. اون وقتی که آنجا برهنه شد، متوجه میشود که حسش واسطه لازم نداره، یعنی اراده او مساوی است با درک حقیقت. ما الان بین ارادمون و اون درک فاصله وجود داره. گاهی سالهای سال خواسته خودمون زمان میبره تا به مقصود برسیم. گاهی فرسنگ ها راه باید طی کنیم تا به مقصود برسیم. و در این میان مانع های بسیاری پیش میاد که گاهی نمیذاره با ما به مقصود خودمون برسیم. اگر رخت حس را به سوی غیب ببریم، یعنی بریم به عرش خودمون، به معراج خودمون، و این راه آسانیه، به معراج خیشتن تساعد پیدا کردن. انسان وقتی به معراج خودش میل پیدا میکنه، چون میل به معراج خود در وجود انسانها خود به خود هست، موجود هست، اما این میل را ما معمولا محل توجه قرار نمیدیم، به این میل اعتنا نمیکنیم، بی اعتنایی میکنیم به میلی که به سوی خیشتن میتونیم با اون میل راه پیدا بکنیم. بعد میایم میل خودمون رو خرج میکنیم در پدیده‌های همعرض، در پدیده‌های هم‌عرض که میل ما خرج میشه، از افسردگی، واماندگی، سرخوردگی و در نهایت یک نوع منازعه با دیگران که نوعی تنوع دیگه به حساب میاد، سر در میاره. خیلی ها سر جنگ تنوع میکنن. وقتی میتونن آدم بکشن، دیگران را نابود بکنن، این نوعی تنوعشونه. میتونن قشون زیادی از انسانها را تل خاک کنن، تلی از اجساد بکنن، اینها تنوعشونه. تنوعشون اینجوری میشه.
انسان به سوی خیشتنش معراج بکنه. اولین گامی که انسان میتونه به سوی خیشتن معراج بکنه این است که خیشتن خودش رو محل توجه خودش قرار بده، منهای همه چیز. ببینی که کیست؟ منهای هر چیز دیگر خودش رو مطالعه کنه. منهای هر چیز دیگر خودش رو عاری بکنه، مطالعه بکنه. ما الان وقتی خودمون رو مطالعه میکنیم در خلاء مطالعه نمیکنیم، در نسبت با دیگری، دیگران صدها پدیده دیگر خودمون رو مطالعه میکنیم. حداقلش در یه ملیت خودمون رو مطالعه میکنیم که ما ایرانی هستیم. مولانا وقتی به اونجا میرسه که باید اون خود برین خودش رو تحقیق بکنه، میگه که نه از هندم، نه از چینم، نه از ایرانم، نه از فلان جا هستم، هیچ جا، نه از سقسینم، اصلا مکان ندارم. ما زی بی جاییم و بی جا میرویم. من بی جاییم و به بی جا میروم. معراج به خویشتن از همه وابستگی ها انسان رو رها میکنه به معراج خویشتن. تو خودت وطن خودت هستی. تو خودت وطن خودت هستی. تو خودت کشور وسیع و گسترده و فراخ و متنوع هستی، خویشتن هستی. در اون کشور خودت یه سیری بکن. در عالم خودت بگرد. ما از وقتی که چشممون بیرون باز میشه دیگه چشممون تو رو نمیبینه. گوشمون هم به بیرون باز شده تو رو نمیشنوه. بعضی موقع بعضی شنیدن که اون نظیری نیشابوری گفت غیر من در پس این پرده سخنسازی هست. مثل اینکه یه نفر از درون من داره با من حرف میزنه. مثل اینکه گوشش یواش یواش داره تو رو میشنوه. غیر من در پس این پرده سخنسازی هست. راز در دل نتوان داشت که غمازی هست. بلبلان گل ز گلستان به شبستان آرید که در این کنج قفس زمزمه پردازی هست. یه حافظ گفت در اندرون من خسته دل ندارم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. یک کسی از درون با من داره حرف میزنه، من در فغان و قوغاست، در درون من در فغان و قوغاست. من خاموشم، او خاموش نمیشه، او نهیب میزنه، من رو صدا میزنه، من رو مشغول میکنه، وادارم میکنه که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. این ساحت مال ماست دیگه. ما نمیتونیم از این فاصله بگیریم. ما نمیتونیم خودمون رها بکنیم. خودتون رو پیدا بکنید. ای به قول اقبال، ای ز خود پوشیده خود را باز یا در مسلمانی حرام است این حجاب. حرام عارف هم اینطوریه. حجاب حرامه. حجابی که خود از خود پوشیده باشی. خود را از خیشتن بپوشونی. و ما چقدر تقلا میکنیم که خودمون رو از خیش بپوشونیم. خودمون رو از خودمون دور بکنیم. هرگاه خیال تعمق در خیشتن پیدا میشه یک دفعه میزنیم بیرون. خودمون رو منظم میکنیم، زمیمه میکنیم به پدیده هایی که تا تو خودمون یه وقت نریم غرق بشیم. نریم در خودمون غرق بشیم. از غرق شدن در ژرفای خیش خودمون رو به یک ساحل بیگانه میکشیم. خواهیم نجات بدیم. خود در خیشتن غرق نشیم. ای ببرد رخت حسها سوی غیب، دست چون موسی برون آورز جیب. وقتی که به غیب رفتی اومدی بیرون یک دفعه ببینید که شگفتی شکل میگیره. ما از شگفتی ها وامانده ایم و زندگی ما افسرده شده است. شگفتی ها در درون خودمونه. ما میریم در بارقه های دوردستی که از وجود ما شکل گرفته از اونها شگفتی میطلبیم.